موضوع ترس رو نیز ما تقسیم بندی کردیم، اعلام کردیم آنچه را که باعث یک هیجان یک دفعه ایجاد میشه در شخص، در فرض شما دارید در اجار رد میشید، یک دفعه یکی جیغ میزنه، داد میزنه، اون رو گذاشتیم نامش رو وحشت. در رابطه با اینکه شما متوجه یک خطری میشید و از اون خطر میخواهید فرار کنید و بتونید رهایی یابید، آن را نیز اسمش گذاشتیم هوشیاری. حالا اونطور که من میگم این نیست که من این رو اسمش گذاشتم، کلا این مرسوم هستش. فوبیا که خب همه ما میدونیم در اصل ترسی است که از دوران کودکی به هر دلیلی در وجود شخص هست، حالا نوع تعلیم بوده، تجربه تلخی بوده که با او بوده رو نیز در اون شخص هست که هفته گذشته گفتیم حتما درمان میابن این افراد، مشروط بر این که به دنبال درمان برن. بزرگترین و بهترین درمان کلیسای مسیح است که بتونیم اینجا تراپی بشیم و شفا بیابیم از ترس هامون، حتی فوبیا. و نیز اون احساسی که ما نسبت به نظر دیگران، داوری دیگران داریم که بر ما میشه، اون شرم هستش که اصطلاحا ما همه این رو میگیم ترس، یعنی اعلام میکنیم ترس. اما باز در رابطه با فکر ترس میخوایم صحبت کنیم. حالا وقتی هم که میگیم فکر ترس، به هیچ وجه هدف من این نیستش که بگم اصلا هیچ فکری نکنیم در رابطه با موضوعات، چرا که ما میدانیم ترس یک پدیده همگانی هستش و همه ما این رو تجربه کردیم. پس داریم در رابطه با یک موضوعی صحبت میکنیم که نمیتونیم مانع اون بشیم، بلکه ما فکر میکنیم در رابطه با هر موضوعی، حتی من اگر اینجا بیستم دستم بخوره به این میکروفون، شما درباره همین فکر میکنید ناخودآگاه. پس حرکت من، موقعیت من، سخنان من و هر آنچه که شما میبینید باعث یک تفکری میشه. پس اینجا میسیم بگیم که فکر نکنید، هدف اون فکر کردن نیستش، بلکه آنچه فکری که درست نیست رو میخوایم انجام ندیم. نویسنده این میگه تفکر جوهر نبوغ است و ما میدونیم که چون انسان تفکر کرد و اندیشی باعث این همه اکتشافات شد، این همه اختراعات شد، زندگی نسبتا سالمی رو نیست داره دریافت میکنه و در اون مسیر قدم برمیداره به عنوان علم. حالا هر کدوم اسمی رو اون داره میگذاره. اما فکر ترس در اصل موضوعی هست که حقیقت نداره و سرابی هست که ما در مسیر این سراب نیز قدم برمیداریم و زندگی خودمون رو در کابوس نیز نمایش میدیم به خودمون و نیز به دیگران، که یک تصویر بسیار اشتباه هستش. همه ما به هر حال به نوعی تجربه کردیم که وقتی که یک ترس ایجاد میشه، اولین واکنش ما فرار است، گریزان بودنه، میخواییم از اون فرار کنیم. حتی موضوعات ساده توی زندگیمون، توی خونه نشستی داری روزنامه میخونی، سریال میخونی، داری با یکی صحبت میکنی، داری تلفن زاری، یک دفعه صدای جیغ میاد، چی شد؟ سوسک. و همه میرن میرن صدا از کجاست. اصلا سوس ترس نداره، همه هم تجربه کردیم. سوس یه حشره کوچیکی هستش، برفرض این حالا اینقدر نمیدونم حالا جایی که بزرگترش هست، داد میزنه یه سوس، میگیم چی شد؟ میبینی خانم یا دختر، خانم معمولا دخترها خانم بیشتر میترسن، میگه یه سوس تو اتاق اینقدر. همه اعضای خونه جمع میشن که برن این سوس که اینقدر اینو ببینن. بعد میبینن یه سوس، یه بچه سوس از کنار دیوار داره میره. بعد اون تاپ بزن، این چیپ بزن، کلی انرژی رو همه مصرف میکنن. مرد خونه معمولا این موقع عصبی میشه و میگه آخه این ترس داره، همون موقع برمیداره با دستمالی با دمپای تپ میزنه توش سرش تموم میشه. اگر ما تمام ترسایی که ازش فرار میکنیم، ترس از بیکاری، ترس از تنهایی، ترس از بیماری، ترس از بی‌اقامتی و و و و و و بلد باشیم بزنیم تو سرش، دیگه گریزان نمیشه، دیگه فرار نخواهیم کرد. زندگی خودمون رو در جایگاه قرار نخواهیم داد که این ترس به ما آسیب بزنه. شاعر این گونه میگه کلاغی در ذهن من است، توجه کنیم، میگه کلاغی در ذهن من است، پاره سنگی در دستم، از خودم میترسم. خودش اون رو تولید کرده، در ذهنش کلاغی رو قرار داده، حالا برای نابودی کلاغ یه سنگ هم پیدا کرده، همش در جنگه. این ترس رو کلام خداوند نیز اعلام میکنه که ما
بتوانیم از این ترس رهایی یابیم. یک مثال چینی اعلام میکنه: کسی که از رنج زندگی بترسد. موضوعات که توی زندگی ما ایجاد میشه باعث میشه که ما بترسیم از اون رنج، از اون ناراحتی، از اون غم، از اون مشکلی که فکر میکنیم میتونه درست باشه. کسی که از رنج زندگی بترسد، از ترس در رنج خواهد بود. تمام زندگیش توی رنجه. پس خیلی موضوع مهمی هست که من در ترس زندگی نکنم. و شاعری نیز این گونه میگه، البته من تمام آنچه را که این شاعر گفته رو ننوشتم، فقط به چند تا از بیت اون نیز میخوام براتون بخونم. این شاعر، شاعر طنز هستش، میگه: بدان بنده از اشعار طنز آمیز میترسم. خود شاعر طنز میگه اما بدون از آنچه که میکنم میترسم. خیلی کارا ما میکنیم ازش میترسیم و خیلی موقعیت های ما درش هستیم، زندگیمونه، کارمونه، ولی ازش میترسیم. میگه: بدان بنده از اشعار طنزآمیز میترسم، ولی باز میگویم از پرهیز میترسم. ولی بازم میره دنبالش. تصمیم میگیرید از ایران بیاید آمریکا، این تصمیم گرفتید. تصمیم میگیرید ازدواج کنید، این تصمیم گرفتی. تصمیم گرفتی کارتو عوض کنی، تصمیم گرفتی و یه قدمایی رو برداشتی، برای تصمیم حرکت میکنی، تلاش میکنی، ولی باز میترسی اگه پیروز شی چیکار کنی. حالا ازدواج کردی چی میشه؟ حالا اگه اقامت تو این سرزمین گرفتی برات بهتر میشه؟ بیزنس جدیدت راه انداختی، حالا کارت بهتر میشه یا نه؟ یعنی گاهی ما از حرکت میترسیم، از سکوت میترسیم، از شکست میترسیم، از موفقیت هم میترسیم. این اتفاق برامون افتاده یا نه؟ یه نگاهی بکنیم میبینیم واو، انگار ما همش توی ترسیم. و این شاعر نیز این رو داره اعلام میکنه: ولی باز میگویم از پرهیز میترسم. سیاست چون وتو دارد، سیاست را وتو کردم. پس از اونم ترسید، به دنبال اونم نیست. که از لبخند این مردان ساده نیز میترسم. چنان ترسیدم از معنی پرواز کرکس ها، چنان ترسیدم از اون موقعیت هایی که برای دیگران پیش اومده. میخوای ازدواج کنی، میبینی برادر دو دفعه ازدواج کرده طلاق گرفته، پسرعموت همینطور، دوستت همینطور، میترسی قدم برداری. اونها موقعیتشون با تو فرق میکرده. تو یک جایگاه میخوای بیزینس را بندازی، بیزینس های دیگر را میاری به عنوان محک زندگیت قرار میدی. افرادی که شکست خوردن رو میاری محک زندگیت قرار میدی. و این شاعر نیز داره اشاره به این میکنه: چنان ترسیدم از معنی پرواز کرکس ها، مگس آهسته در گوشم بگوید وز میترسم. کارتو شروع کردی، موقف درست کردی، حالا میخوای قدم برداری، یکی بهت میرسه میگه نکنه نشه. یا یه دفعه میبینی شخصی که در مقابلت هست یه خود سرده، برای ازدواج، برای کارت، یه موقعیت‌های خیلی ضعیف میشه. بلافاصله ما خودمون رو متاسفانه تو این ترس قرار، این همون ترس‌هایی است که کلام خداوند اشاره میکنه برای سلامتی زندگیمون نباید در اون ترس ها بمانیم. و نیز اعلام میکنه: برای این گفتم اینها را که بفرستی مرا دکتر. افراد وارد کلیسا میشن، میگن ما این مشکل رو داریم، این مشکل رو داریم، این مشکل رو داریم، ما براشون دعا میکنیم. اولین حرکتی که توی کلیسا برای افراد میشه، تراپی که میشن، شفا میگیرن تا ترس نداشته باشن، تا اون ناآرامی رو نداشته باشن، تا اون خستگی رو نداشته باشن. میگه: برای این گفتم اینها را که بفرستی مرا دکتر، از آن دارو که دکتر میکند تجویز میترسم. شخص وارد کلیسا شده، مسیح شفاش داده، زندگیش عوض شده، داره میدونه ما حقیقتاً در صداقت پایستادیم، برادرمون اکبر بلند میشه زودتر میره اونجا خدمت میکنه، روبن زودتر میاد اینجا، و و و و همه خادمین، همه خادمین با تمام دل و جون وایستادن، از اینجا میری بیرون، یکی بهت میگه اینا بیزینسه. یادت رفت چقدر اینجا تو شاد شدی، چقدر آروم شدی، چقدر تسلی گرفتی، شفا گرفتی. یک صدای منفی رو میگی اینا بیزینسه، اینا هم به فکر خودشون هستن، فقط همه به فکر خودشون هستن، این هم مذهب هستش، تموم میشه و به دنبالش نمیری. از این هم میترسی. تنها جایی که باعث سلامتی و شفای انسان هاست نیست. متاسفانه این فکر ترس باعث میشه که ما نیست در اون موقعیت بترسیم.
و اونقدر در ترس ها قرار میگیریم که به یک جایگاه اشتباه خواهیم رسید. ریشه همه بدی ها چیست؟ مطابق کلام خدا بلند لطفا. طمع. طمع از کجا میاد؟ از ترس میاد. ترس از کجا میاد؟ از عدم آگاهی و شناخت درست میاد. و زمانی که من میترسم یعنی من یه پکیج مشکلات و مریضی های روانی رو دارم که به خودم و به دیگران و به آیندم آسیب خواهد زد، که باید از اون رهایی پیدا کنم. در غیر این صورت به دنبال درمان هایی هستم که فکر میکنم برای اینکه من باید خودم رو در امنیت قرار بدم بهتر هست بیشتر داشته باشم، میشم تمام، بهتر هستش که مواظب این اون باشم، مواظب خرجم باشم، مواظب موقعیت زندگیم باشم، که همه اینها یه پکیجی هست که من رو توی جایگاه نادرستی قرار خواهد داد. پسر رو میکنه به پدرش، میگه بابا من امروز با دوست دختر خودم قرار گذاشتم. پدرم میگه خب کجا قرار گذاشتی؟ میگه سینما. میگه خوبه، سینما کم خرجه، همش میشینی فیلم نگاه میکنی، ولی پسرم برو توی سینما باش قرار بذار. میگه پدر برای چی؟ میگه چون تو سینما بری دیگه بلیط اونو نمیخری. میگه بابا پس کی بلیط منو میخره؟ به دنیا اگر ما بخوایم این درس ها بدیم، دنیا درس بزرگی داره خودش، چون دنیا نیز متاسفانه در اون موقعیت های ترس هستش. اما بریم ببینیم کلام خداوند این رو چگونه به ما میآموزه. نگاهی میکنیم به کتاب ایوب 11 13 الی 19. نویسنده این گونه اعلام میکنه: اکنون اگر با قلب صاف و پاک دست دعا به سوی خدا بلند کرده ایم. آنچه را که داره میگه اعتماد داره، آنچه را که داره میگه ایمان داره، میداند در حضور خدا داریم میریم. پیش یه پزشک نمیریم فقط از من پول بخواد، پیش یه وکیل نمیرم فقط از من پول بخواد، نزد کسی داریم میره که به قلبت نگاه میکنه، به دلت نگاه میکنه، به زبانت نگاه نمیکنه، به ثروتت نگاه نمیکنه، به تیپت نگاه نمیکنه، به سخنان چاپلوسی من نگاه نمیکنه، به قلب من داره نگاه میکنه. وقتی در حضور خدا میریم باید قلبمون رو آماده کنیم، صاف کنیم. اکنون اگر با قلب صاف و پاک دست دعا به سوی خدا بلند کنی، از بدی و گناه بپرهیزی و شرارت را به خانه راه ندهی، آن وقت میتوانی با سربلندی و با اطمینان کامل بدون ترس با دنیا روبرو شوی. دنیایی که در مقابل تو هست، بیزینست هست، رابطت هست، خانوادت هست، دوستانت هستن، خدمتت هست، میگه بدون ترس. فقط کافیست که این قلبه را تقدیسش کنی در حضور خداوند. حتی اگر ما یک دانشی هم داریم، تصور میکنیم که علامه ده کتاب مقدس هستیم، این رو بدونیم. خدا باز به این دل نگاه، خدا نگاه نمیکنه رسول کشیشه فردا اسقف میشه، هرگز. خدا به دل رسول نیز نگاه میکنه. سقراط نیز اعلام میکنه دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمیگیره. حتی اگر ما به فکر دانش هم هستیم، دلمون رو باید پاک کنیم. اعلام میکنه همه مصیبت ها رو فراموش کنیم و همچون آب رفته به خاطر نمی آید، زندگیت درخشانتر از آفتاب نیمروز و تاریکی آن مثل صبح روشن می شود. با امید و اطمینان خاطر زندگی می کنی و در راحتی و آسایش به سر می بری. از دشمنانت نخواهی ترسید. دشمن فقط انسان است، نه دنبال این و اون که اطرافمونم، نه، دشمن حتی درون من هست، وسوسه های من هست، گناه هایی که بارها من رو به اسارت بردن، اون خواسته هایی که حقیقتا خواسته های درستی نبوده که اطراف من هست، موقعیت ها رو همه رو میگه دشمن. چرا که ما میدانیم خداوند جهان رو آفرید به نیکویی و هدف خدایی بود که جهان در مسیر نیکویی قدم برداره. پس آنچه که بر علیه هدف مقدس خداست دشمنه، فرق نمی‌کنه. تو حتی باعث نشه که ما یک گناه شریعتی انجام بدیم وقتی که درش حکمت نیست، ما پیروی دشمن کردیم. و اعلام می‌کنه مردم بسیاری از تو کمک خواهند خواست و تو آنان را نیز یاری خواهی کرد. کسی که با قلبی صاف،
صادقانه به حضور خداوند میره. کسی که در ریا نیست، کسی که میدونه خدایی رو که ملاقات میکنه چه جایگاهی داره، این شخص نیز میتواند خودش رو از تمام ترس‌هایی که درش قرار میگیره دور کنه. شاعر نیز اعلام میکنه آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند، یعنی باش رابطه دارن، میشناسنش، آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارن راحت‌تر میخوابن. دیگه با آرامش هستن، اجازه نمیدن ترسی به افکار اونها نیز حمله کنه. اما با اینکه ما توکل به خدا رو میدانیم، با اینکه ما ایماندار هستیم، با اینکه ما کلام رو میخوانیم، اما گاهی میشه که یک بار ما نمیتوانیم 100% به خدا اعتماد کنیم. نه تنها 100%، گاهی 50% هم اعتماد انگار نداریم. توکل به خدا کردیم، ولی این موقعیت زندگی ما تو یک جایگاهی قرار میگیره که به ما این تضمین رو نمیده نسبت به توکل به خدا. چرا؟ چون با خدا، چون به خدا اعتماد نداریم، چون اعتماد نداریم، چون او را نمیشناسیم، نمیشناسیم، چون با اون وقت نداریم، وقت با اون نمیذاریم تا بتونیم اون رابطه عاشقانه رو نیز با خدا ایجاد کنیم، همون رابطه که لازمه ترمیم و شفای کامل ترس‌های ما هستش. همه ما میدانیم آدم و حوا زمانی ترس رو شناختن که به جایی که به خدا وقت بدن، به کی وقت دادن؟ شیطان. به شیطان وقت دادن، به حوا وقت دادن و توی جایگاه متاسفانه اشتباه کردن. ولی وقتی اون رو میشناسیم، ما حقیقتاً توی یک موقعیتی قرار خواهیم داشت که با اعتماد منتظر کار خداوند هستیم. در یک هواپیما، در اینکه داشت هواپیما به سفر خودش ادامه میداد، یک بار پشت بلنگو اعلام کردن به علت بدی آب و هوا، متاسفانه هواپیما در خطر هست، هر آن امکان داره سقوط کنه، پس کمربندهای خودتون رو ببندید و آماده باشید بگیم چی کار باید انجام بدیم. کشیش که اونجا بود شروع میکنه بلند شدن و برای افراد دعا کردن و میگه نگران نباشید، خداوند ما رو حمایت میکنه. برای کار کشیش این هست دیگه. بعد از زمان متوجه میشه دختر بچه 5-6 ساله کنار پنجره هواپیما نشسته، داره بیرون نگاه میکنه و نقاشی میکشه و با خودش هست، اینو یه هدفون هم به گوشش هست، داره موزیک، بهش میگه ببین شنیدی چی گفتن؟ میگه آره. میگه نمیترسی؟ میگه نه نه نمیترسم. خوشحال میشه، میگه خب این بچه هیچ نگرانی نداره. بعد از مدتی دوباره اعلام میکنن از طرف خلبان که همه چیز عادی هستش و ما به خوبی میتونیم به مقصد برسیم. کشیش بلند میشه، خیلی براش سوال پیش میاد، میره پیش این دختر بچه و به این دختر بچه میگه که ببینم تو چرا نترسیدی؟ میگه آخه این خلبان بابای خود من هستش و من میدونم که اون خلبان ماهریه و از طرفی میدونم که اون هر کاری از دستش برات انجام میده تا منو به خونه برسونه. زمانی که ما میشناسیم خدا رو، زمانی هست که دیگه ترس سراغ ما نمیاد. ترس تو چهره من نیست، ترس تو صحبتهای من نیستش، امید توی صحبتهای من، چهره من خندان هست، میگم ایمان دارم. نه فقط همون گونه که در کتاب ایوب خوندیم، نه تنها ترس ما برداشته میشه، بلکه ما به دیگران کمک خواهیم کرد تا دیگران ترساشون برداشته بشه و بتونن در قوت زندگی کنن. نویسنده اعلام میکنه عشق خالص ترس و ترسها را از بین میبرد و ما ایمان داریم که حقیقتاً خداوند مطابق فیضش هست که برای ما شرایط رو ایجاد خواهد کرد که در حضور او بدون ترس بریم جلو و بتونیم نام او رو جلال بدیم. اما برعکسش، وقتی توکل به خدا نمی کنیم، می دونیم ناامیدی، نگرانی، غم، آزردگی، حتی اعصابمون داغون هستش، حتی اگه کسی بخواد به ما کمک کنه می ترسیم، می گیم نکنه این نمی تونه خوب به من کمک کنه، باز توی جایگاه اشتباهی خودم را قرار میدم، چون نمیدونم آیا حقیقتاً تکیه‌گاه خوبی هست برای من این شخص یا نه. چون خدا را که بهش تکیه نمی‌کنم، هرگز به انسان‌های دیگه نمیتونم به این راحتی تکیه بکنم. اما یک شاعر خیلی زیبا میگه
میگه وقتی که با خدا گلیا پوچ میکنی، وقتی که با خدا گلیا پوچ بازی میکنی، وقتی که میگی خدا یا اینو میخوام اونو میخوام، کلام خدا میگه اول ملکوت من اراده من رو بخواه. وقتی که میبینی داری باش گلیا پوچ میکنی، خدایا اراده تو رو میخوام، اما اراده تو این دستته یا این دستته؟ خدایا اراده تو خوبی منه یا اینکه میخوای دشمنم خوشحال بشه؟ خدایا من نمیدونم چی میشه. میگه نترس. چرا؟ چون تو دوتا دستاش پره. آمین. و به تو برکت میده. فقط باید بهش اعتماد داشته باشی. اعتماد داشته باشی.